السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و محمد نقدمسیر فرجهم. نیت کنیم همه با هم دیگه دعای غریق رو بخونیم. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان. موضوع صحبتمون خانواده مهدوی، و خدمتتون عرض کردم که وقتی صحبت از خانواده مهدوی میکنیم دو کلید واژه، یعنی موضوع خانواده و بحث مهدویت. و جلسه گذشته رو با هم دیگه مرور میکنیم. تو قسمت خانواده گفتیم که ما در خانواده به دنیا میاییم، در کنار پدر، مادر، خواهر و برادر، و میرسیم به سن جوانی، میریم به سمت تشکیل خانواده. و در اصل میگن که وقتی ازدواج میکنه میره، میگه دارم میرم سر زندگی خودم. و اینکه تو خونه پدر مادر مثل که مهمان نیست که، دیگه داره میره سر زندگی خودش، داره اون استقلال خودشو به دست میاره. و اونجا با صاحب فرزندان و عروس و داماد و نوه، مسیر زندگی ما تو خانواده است. خانواده از نگاه جامعه شناسی مهمترین نهاد جامعه است. اگر میخواییم جامعه خوبی داشته باشیم، قطعا باید خانواده پویا و خوبی داشته باشیم. ازدواج به موقع و درست شکل بگیرد، فضای زندگی فضایش باشد که پایداری و رضایت درش باشه. این گونه است که یک جامعه خوبی خواهیم داشت. در نگاه توحیدی، نبی مکرم الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که هیچ بنایی نزد خداوند محبوب تر از ازدواج نیست. در نگاه توحیدی هم بحث ازدواج بحث مقدسی است، چرا که تداوم نسل بشر با این ازدواج شکل میگیرد و اون آرامش لتسکنوا الیها با این ازدواج شکل میگیرد. رشد انسان ها در بستر خانواده است، پدر خوب، مادر خوب، فضای زیبا در خانواده. لذا در قسمت اول که موضوع خانواده رو مطرح کردیم، گفتیم میخواییم خانواده‌ای داشته باشیم که درش آرامش باشد. درگیری و اختلافاتی که زن و شوهر و اعضای خانواده در مقابل همدیگه، حرمت همدیگه رو بشکنن، وجود نداشته باشه. اینم بارها باز با همدیگه صحبت کردیم که اختلاف در زندگی امری طبیعی است، اما دعوا طبیعی. یه بار دیگه، اختلاف امری، اما دعوا، دعوا نه. این که میگن دعوا نمک زندگیست، باید یه کمی دربارش وقت بذاریم و فکر کنیم یعنی چی دعوا نمک زندگیست، تا چه میزان دعوا. نه، اختلاف نظر طبیعیست، یک اتفاقه، اما این که در مقابل هم دیگه بیستن، حرمت هم دیگه رو بشکنن، این غلط. پس آرامش نیاز داریم که سوره مبارکه رومایی 21، و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، شما در کنارم دیگه به آرامش میرسید، و جعل بینکم مودتا و رحمه، و پروردگار مهربان بین شما زن و شوهر مودت و رحمت رو قرار داد. و باز بین والدین و فرزندان اون محبت والدی، یعنی محبت مادری، محبت پدری، و فرزندان پدر مادرشون رو دوست دارن، آن چیزی است که در خانه اتفاق میفته به نام صمیمیت. آرامش داریم، صمیمیت داریم، و قدم سوم تعالی است، یعنی خانواده باید رشد هم داشته باشه. شما بگید ما یه خانواده ایم که در کنار هم دیگه آرامش بسیار خوبی داریم، این آرامش به تنهایی به درد نمیخوره، چه بس همتون با هم قهر باشی. خانم میگفتش که خانواده همسر من کلن اینا آدم های ساکتی هن، اصلا حرف نمیزنن. شما اگر وارد خانواده اینا بشید، 5 نفرن تو خانواده، اونایی که عروس داماد شدن رفتن بذاریم کنار، الان 5 نفرن تو خونه، اگر من کنار اینها 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت باشم، اینا مگر به ضرورت با هم حرف بزنن؟ همشون ساکتن، یا سرش تو گوشی یا تلویزیون نگاه میکنن، به هم دیگه کاری ندارن.
تو ماشینم از اینجا سوار شیم یه مسافرت 1000 کیلومتر بریم تو راه، حرفی نیست، کلن این خانواده ساکتن، انرژی مصرف نمی کنم. آقا یه چیزی بگیم. خب چی بگیم؟ این آرامشه. خب این کاری به هم ندارید. صمیمیت، اون تبادل عاطفی، میگه آرامش دارم، صمیمیت دارم. و گزینه سوم، زندگی باید رو به رشد و بالندگی باشد. بحث امروزمون با مقدمه‌ای که من دارم میگم بحث به شدت مهمی است. تمام موضوعاتی که تا الان درباره خانواده مهدوی شنیدید رو بذارید کنار. این بحثی که میخوایم امروز با هم داشته باشیم از بحث‌های به شدت ضروری است. لذا من دارم این مقدمه رو این چنین میچینم تا عظمت بحث امروز یکم پررنگ‌تر خودش رو نشون بده. تو گام سوم، گام تالی، اینجاست که پای بحث مهدویت به زندگی باز میشه. در کنار هم هستید، آرامش دارید، صمیمیت دارید، از کنار هم بودن لذت میبرید. خب رشد و بالندگی هم دارید. بله رشد داریم، خونمون رشد پیدا کرده، متراژ خونمون بیشتر بوده، قبلا اجاره‌ای بود، بعد رهن کردیم، الان خونه خریدیم، قبلا 70 متر بود، الان 200 متر، آفرین. ماشینمون ارتقا پیدا کرده، آفرین. مدرکم قبلا دیپلم بود، الان به ارشد و دکترا رسیدم، باریکالله، خیلی خوبه. پس از لحاظ مالی رشد کردی، از لحاظ علمی هم رشد کردی. اخلاقیات چطور؟ آره خوش اخلاق‌تر شدم، با حیاتر شدم، با عفت‌تر شدم، خیلی قشنگه. پس از لحاظ اخلاقی هم رشد کردی، فرزندان خوبی تربیت کردم، آفرین آفرین، چه زندگی قشنگی. پس در حال رشدی. ارتباطت با خدا چطور؟ نمازت بهتر شده؟ اخلاصت بیشتر شده؟ با قرآن مأنوس‌تر شدی؟ وظیفت و نسبت به وجود نازنین امام عصر، حجت الهی، به زیبایی انجام میدی؟ شناختت نسبت به امام زمانت بیشتر شده؟ اگر قسمت اولی که با هم دیگه صحبت کردیم، یعنی آرامشه رو داری، صمیمیت رو داری، از لحاظ مالی هم وضعت خوب شده، یه چند تا کتاب هم خوندی، از لحاظ علمی هم وضعت خوب شده باشه، اما به خدا نزدیکتر نشده باشی، شما بقیهش رو بگید باطله. اینا همش تاریخ مصرفش دنیا بود، تمام اینها فقط دنیا. زمین این که همون آرامشن هم میخوای داشته باشی، زیباترین مدل اجرای اون قوانین الهی است که الان بهش نمیپردازیم، شاید جلوتر بریم درباره حکمت های قوانین الهی بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم. این قدم بعدی یعنی تعالی، یعنی بندگی خداوند، یعنی بدانی تو برای ابدیت خلق شدی، موضوع بسیار مهمی است که تو فضای زندگی باید بهش بپردازیم. اینجا بود که گفتیم یک خانواده عاقل، یک خانواده فهیم، یک خانواده که مرد به زیبایی داره زندگی رو مدیریت میکنه، خانوم برای زندگی برنامه داره، بچه‌ها در این خانواده هوشمندانه دارن زندگی میکنن، اینها موضوع مهدویت رو تو زندگیشون جدی میگیرند. توجه به وجود نازنین امام عصر در زندگی، زندگی اینا طوریست که ضمن این که دارن تلاشاشونو میکنن که فضای دنیای قشنگی داشته باشن، در اولویت همه کارهاشون خدمت به وجود نازنین امام زمان است که در جلسات گذشته توضیح دادیم، ویژگی منتظران رو خدمتون عرض کردم. اما بحث امروز، این قسمتی که ما الان داریم صحبت میکنیم 29 قسمت از خانواده مهدوی است. پس مفصل ما درباره خانواده قبلا صحبت کردیم، اما یک موضوعی که خانواده مهدوی باید به شدت جدیش بگیره، اونم در زمانی که ما الان داریم زندگی میکنیم و هرچه جلوتر میرویم این بحث به شدت ضروری تر میشود، حفاظت از خانواده است، دشمن شناسی است. چی گفتم؟ دشمن، دشمن شناسی. منهای این بحثی که داریم میکنیم، اگر که هوشمندانه با من همراهی نکنید و این بحث رو چه اینجا که داریم با هم گفتگو میکنیم، چه این جلسه تمام شد و بعد خودتون شخصا، چه دوستانی که الان دارن مستقیم برنامه رو میبینن یا بعدم فایل دستشون میرسه، شما هر جایی که هستید اگر خواسته باشید آدم موفقی باشید، اگر خواسته باشید به سلامت در این زمانه
عمرتون رو به سرمنزل مقصود برسونید و به سلامت از این دنیا عبور کنید، باید دشمن شناس قوی باشید، بسیار هوشمندانه و زیرک ورود پیدا کنید، به مراقبت از اعتقادات خودتون، به مراقبت از خانواده. در غیر این صورت شک نکنید که از بین خواهید رفت. ورود پیدا کنیم ببینیم چیان و چرا من انقدر دارم روی این موضوع حساسیت نشون میدم و ازتون میخوام خواهش کنم این موضوع رو جدی بگیرید، به شدت این موضوع رو جدی بگیرید. اگر خواسته باشیم تقسیم بندی کنیم تو عوامل مؤثر در زندگی ما و شخصیت ما، دست منو نگاه کنید، این عوامل مؤثرن. ژن عامل مؤثر در شخصیت ماست. برخی از رفتارهای ما ژنیسی میگه به باباش رفته، به مادرش رفته، به داییش رفته، به عموش رفته. خب این خیلی موضوع مؤثری است. بعد مادر، اولین کسی که در زندگی ما به شدت مؤثر بوده مادر، مخصوصا سالهای آغازین زندگی مادر منبع امنیت برای انسان است. اگر این مادر پرخاشگر باشه، اگر پدر مادر مدام در حال چالش باشن، اگر مادر استرابی باشه و فرزندان در سالهای آغاز زندگی از مادر امنیت نگیرن، برخی اینا این دلبستگی استرابی رو تا نسلها با خودشون میبرن. مادر، 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 مادر. بعد پدر شد 3. 4. ارتباط پدر و مادر. یعنی چی؟ یعنی مادر مادر مهربانیست، بابام بابای مهربانیست، به قشنگی هم دارن به این بچه میرسن، حالا چه بچه زیر 7 سال، چه 7 تا بلوغ، چه بلوغ تا نوجوان، فرقی نمیکنه، و جوانی، به زیبایی هر کدومشون میرسن. اما در جدا پدر مادر اصلا قهرند، در جدا اینا مدام با هم کلکل میکنن. وقتی این بچه اینا رو نگاه میکنه، تا حالا یک بار به زیبایی ندیدین اینا با هم دیگه حرف بزنن. ارتباط پدر مادر و فضای خانواده هم در تربیت مؤثر است. این شد 3. بریم جلوتر، میان بقیه کسانی که ما باشون ارتباط داریم، یعنی خواهر، برادر، فامیل، پدر بزرگ، مادر بزرگ، فامیل اون، بعد جامعه، اطرافیان، بعد فضای معلم و مدرسه رو جدا کنید، شیوه تربیت. میاییم رسانه ها مؤثرن در تربیت ما و نقش دارن، درسته. تو اینها یکی از موضوعاتی که معمولا تو کتاب های روانشناسی که سراغش میریم بهش نمیپردازن، یا تو ایته تعلیم و تربیت از عوامل مؤثر خیلی جدیش نمیگیرن، و من میخوام امروز کمی جدی بگیریمش این موضوع رو، یکی این پررنگش کنیم. اون موضوع چیست؟ موضوع بسیار مهمه، خود نفس انسان، یعنی نفس اماره که مؤثر در زندگی ماست، و موضوع ابلیس و شیاطین، اونا مؤثرن. ما وقتی توی ایته تربیت ورود پیدا میکنیم، دوستانی که علوم تربیتی خوندن، مشاوره خوندن، روانشناسی خوندن، خیلی خوبه درباره روان انسان داریم صحبت میکنیم، و شما تو هر کدوم از نظریات برید، چه شناخت درمانگرها نگاه کنید، چه اونایی که تو بحث روانکاوی ورود پیدا میکنن، چه الان اینایی که تو هیجان EFT دارن کار میکنن، چه واقعیت درمانگر مثل گلستر رو نگاه کنید، هر کدوم از اینایی که برید نگاه کنید، کتاب شخصیت رو بخونید. وقتی به موضوع شخصیت انسان میپردازم از زوایای مختلف، با این نگاه توحیدی نگاه نمیکنن به انسان. این یه خلأ است، خیلی زحمت میکشن و، اما این خلأ است. نفس اماره و این که ما به عنوان یک انسان تو مسیر زندگیمون باید از خودمون مراقبت کنیم، مدیریت امیال و نفس اماره و بحث شیطان، من این دوتا رو پررنگش میکنم امروز با توجه به زمانی که در اختیار دارم، و جلسات بعد میپردازیم به این موضوع که چرا دشمن شناسی و مراقبت از خود و خانواده در زمانه‌ای که ما زندگی می‌کنیم اینقدر اهمیت داره که اگر ازش غفلت کنیم هلاک خواهیم شد. بریم سراغ روایات که از هر چه بگذریم سخن دوست خوش علم حیاتی داشته باشید، من ببینم که با من همراهی. اولین روایت از مولى الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. حضرت فرمودند به درستی که نفس آدمی بسیار فریبنده است. اینجا منظور از نفس
نفس معناهای بسیار زیادی رو در قرآن داریم بهش. وقتی شما نفس رو میرید سراغش، این کدوم نفسه؟ نفس اصل وجود خودم یعنی روح من، نفس اماره، نفس مطمئنه، نفس لوامه، اینا یه نفسن، یعنی یه نفس یعنی وجود منه که اون روح منه که یه قسمتش نفس اماره است، منو سوق میده به سمت گناه، یه قسمت نفس لوامه است، اون وجدان بیداری که ملامتگری میکند و اگر خوب تربیتش کنم میشه نفس مطمئنه. این منظور از نفس چیست؟ اینجا منظور از نفس، نفس اماره است. توضیحشو میدم چیه. حضرت فرمودن به درستی که نفس آدمی بسیار فریبنده است. اگر به او اعتماد کنی، چقدر زیباست کلام حضرت امیر، اعتماد، زیر این کلمه اعتماد رو باید خط بکشی، میگه اگر به او اعتماد کنی، بدان که شیطان تو را به سوی ارتکاب گناهان و محرمات میکشاند. به نفس امارت اعتماد کنی، شیطان ورود پیدا میکنه، بیچارت میکنه، میبرد به سمت گناه. سمت گناه یعنی چی؟ یعنی میبرد تو رو به سمت کارهایی که زندگی تو تباه خواهد شد، ببرد به سمت بیبندوباری با یه فضای ارتباط با نامحرم، زندگی تباه میشه، ببرد به سمت مشروبات، زندگی تباه خواهد شد، ببرد به سمت کلاهبرداری و دروغ و زندگی تباه خواهد شد. پای گناه وارد زندگی شد، زندگیت به هم میریزه. مناجات امام سجاد علیه السلام در مناجات شاکین، مناجاتی که حضرت دارن شکایت میکنن، مفاتی، یک قسمت از دعاهای امام سجاد علیه السلام 15 پانزده تا دعاست. یکی از پیشنهادهایی که من به شما میکنم، خواهش میکنم ازتون این کار رو انجام بدید، برید خونه از امروز نیت کنید هر روز یکی از این دعاها رو بخونید. 15 روز تصمیم بگید هر روز یکی از دعاهای 15 پانزده تا دعا رو بخونید. دعای کسانی که اهل توبن، دعای کسانی که اهل شکرن، دعای کسانی که اهل مناجاتن، اینجا دعای کسانی که شکایت میکنن، شکوه میکنن. امام سجاد به خدا شکایت میکند، الهی اشکو الیک نفسن به سوء الاماره، خدایا شکایت میکنم به تو از نفس امارم که بسیار به بدی فرمان میدهد، در معصیت تو حریص است و به خشم تو دست انداخته و مرا به پردگاه هلاکت میکشاند. نفس اماره، نفس اماره در وجود انسان امیالی است که این امیال، این غرایز، این خواهشا ما رو برای یه زندگی معمولی تو فضای دنیا سوق میده، میبریم به سمت یه زندگی معمولی. نیازهاست. اگر ما با عقلمون این نیازها رو کنترل کنیم، اینا در اختیار ما قرار میگیرن. اگر این نیازها بیاد بر عقل حاکم شود، ما بیچاره میشیم. مثل چی؟ شما نیاز دارید به یک عاطفه زیبا، به یک هیجان. داشتم بین اینها انتخاب میکردم کدومش رو بگم، دیدم یکی از اینهایی که خیلی نیاز داریم و پررنگ، خشم. خشم یه مورد بسیار ضروری است برای حفاظت از خود، اما اگر این خشم رو بد ازش استفاده کنی، با عقل مدیریتش نکنی، زندگی تو به تباهی میکشونه. مادری که قاشق داغ کرده گذاشته رو گاز، بچهش اذیت کرده، چسبونده رو پشت دست بچه، گکندن با پوست دست کنده شد. بله خشم هست، ولی بد داری استفادهش میکنی. مرد و زنی که این خشم اوج میگیره، شروع میکنن به کتککاری جلو بچه، و بچه بیهوش شده افتاده از وحشتی که این دوتا به هم دیگه پریدن، یه ماه تو بیمارستانا درگیرند. چرا یه خشم کنترل نکردی؟ خشم غریزه است، کنترلش کن. یه هیجان خوب، کنترلش کن. ولی اگر رهاش کردی تمام، با عقل باید مدیریتش کنی. میل به ازدواج غریزه که تو وجودته، این زیباست، اما اگر کنترلش نکردی تبدیلش میشه به یک انسان گمراهی که به صدها فساد درگیر خواهد شد. نگاه زیباست، یه غریزه است، خدا من قرار داد ازش لذت ببر، و این نتونستی مدیریتش کنی تو رو به هلاکت میرسونش. نفس اماره. مولا الموحدین امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن پیروی از هوای نفس چه خوب یاوری برای شیطان است.
از نفس اماره شیطان ورود پیدا میکنه. حضرت فرمودن هوای نفس فرمانده سپاه شیطان است. پس یک، نفس اماره، یه دشمن که باید با عقل مهارش کنیم. بریم دوش هم امروز تا جایی که وقت داریم با هم دیگه گفتگو کنیم. دومین دشمن ابلیس است. چی گفتم یه بار دیگه بگید؟ یه بار دیگه؟ نترسید، یه بار دیگه؟ ابلیس. بعضی هم میگن ما پویست دوستمون نمیتونیم حرف بزنیم. ابلیس، شیطان. ابلیس 11 بار در قرآن کلمه ابلیس اومده. 11 بار ابلیس، جنی که در صف ملائک قرار گرفت با عبادتهایی که کرده بود و وقتی که دستور به سجده داده شد ابا و استکبره. سوره اعراف رو من براتون بیارم، با سوره اعراف بریم جلو، موافقید یه چند آیه از سوره اعراف با هم دیگه بخونیم، ابلیس رو بشناسیم و شیاطین رو. در آخر زمان میخوای دینتو حفظ کنی، در آخر زمان میخوای خانوادت رو حفظ کنی، در آخر زمان میخوای زندگی سالمی داشته باشی، شیطان شناس قوی باید باشی. بعد به زیبایی نفس امارت رو مدیریت کنید. بذارید سومیش هم بهتون بگم دیگه. نفس اماره، شیطان یعنی ابلیس و شیاطین و انسانهای شیطان صفت که نبی مکرم الهی فرمودن. بذارید روایت بهتون بگم. نبی مکرم الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، به به چه روایت قشنگیست. هشدار 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 آدمایی که در آخر زمان بیدین شدن، نمازخونایی که بی نماز شدن، کسایی که از خدا فاصله گرفتن، اون زنهای محجب و پاکدامنی که سمت بی افتی و بی حیایی رفتن، زندگی هایی که از هم پاشید به خاطر اینکه زن شوهر وقتی با هم شروع کردن زندگیشون و دوتاییشون معتقد بودن و متدین تو مسیر زندگی اومدن، به دست شیاطین زمانه ما رنگ عوض کردن و این باعث شد زندگیشون متلاشی شود. اینا کسانی بودن که در آخر زمان هوشیار زندگی نکردن، چششون رو باز نکردن، فریب زمانه رو خوردن، پشت صحنه دست شیطان رو ندیدن. پیامبر عزیزمون فرمودن هر کس شخصی را به گناه وادار نباید از سپاه شیطان است. هر کس یه شخصی رو به سمت گناه داره میکشونش، این از سپاه شیطان است. در قرآن پروردگار مهربان امر کرده. به چی هم کرده؟ به صداقت. کسی که داره دروغگویی رو ترویج میکنه هم کرده. ربا، ربا جنگ با خداست. کسی که توی کسب و کارش ربا رو داره ترویج میکند هم کرده. به حیا و عفت و حجاب، کسی که بیبندوباری و بیحیایی رو ترویج میکنه، این قسمت میشه شیطان در مقابل قوانین الهی. من یه لحظه از بحثم خارج شم، یه افراد خیلی بامزه رو براتون تعریف کنم. ما در زمانه زندگی میکنیم که یک سری افراد خیلی بامزه، میگه خدایا مخلصت هم، دوستت دارم، خیلی خدای خوبی هستی، خیلی خوب، تو خدای مهربانی هستی. میگه خب نماز تو بخون. نه دیگه نماز نمیخونیم، فهم خدای تو خوبی، فهم خوبی. بعد همینا قانون شوگذاری هم دارم. خدایا شکرت به خدا تمام نعمتایی که به ما دادی، نعمتاتو بر ما زیاد کن. میخوام نماز، به حرف خدام گوش کن، نماز بخون. ما تا فقط خدا رو قبول داریم تا اینکه بگیم خدایا تو خوبی، باز شکرش هم میکنیم که به ما نعمت بده، اما به حرفش نه دیگه. از اینجا به بعد ما بنده ماهواره‌هاییم، بنده صفحه های تو اینستا، برخی اونایی که به سمت فحشا و گناه میبرن، یا اینکه روبیکا یا امثال اینها سایت ها، این اونایی که به فساد میبرن، چون تو همین هم خوب هست، بنده ایناییم. اینجا پروردگار مهربان میفهمد حجاب، این شبکه ماهواره بیهجابی رو ترویج میده. تو بنده خدایی یا بنده ماهواره؟ اینا میگن ما اینجوریم، خدا رو دوستت داریم، تو خدای مهربانی هستی، اما به حرفت، نه به حرفت گوش نمیکنه. آدم بامزه. یه گروه هم کسا میگن قبول نداری که اونا رو میذاریم کنار. یا نه
خدایا به حرفت گوش میکنم به همون میزانی که خودم دلم بخواد. این قسمت حرفت گوش میکنم به نفهمه، این قسمت رو میذارم کنار. به این سراغ سوره مارکه اعراف. تو سوره مارکه اعراف گفتم 11 بار کلمه ابلیس در قرآن اومده، حدود 88 بار کلمه شیطان. یکی از سورهایی که داستان ابلیس رو شما درش میبینید سوره اعراف است. وقتی درباره خلقت انسان صحبت میشه از آیه 10 به بعد، شما می درباره خلقت انسان ولقد مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون ولقد خلقناکم ثم صورناکم، ما انسان رو خلق کردیم به زیبایی او را آراستیم. این انسان قدرت عقل، این انسان اشرف مخلوقات، این انسان میتونه با استعدادی که پروردگار مهربان به اون داده به اوج آسمانها، به اوج اقیانوسها، به عمق یک سلول میتونه دنیای اتفاقات قشنگ رو برای خودش خلق کنه. ما انسان این گونه خلق کردیم. ثم قلنا للملائکه اسجدوا، ام کردیم ملائک سجده کنن. لآدمه، بر این آدم، فسجدو، همه سجده کردن، الا ابلیس لم یکو من الساجدین، از سجده کنندگانه بود. قال ما منعک الا تسجد از امرتک، چی شد سجده نکردی؟ ما ام کردیم بر آدم سجده کنی. قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من تین، برگشت در مقابل پروردگار این رو گفت که خود من برترم از این، من آتشم این خاکه. قال فهبت منها فما یکونو لک ان تتکبر فیها، پروردگار مهربان فرمود فهبت، فروشو از این مقام به زیرای، اینجا جای تکبر نیست، فخرج انک من الساقرین، خارج شو تو از فرومایگانی. برگشت ابلیس در مقابل پروردگار، قال انذرنی الی یوم یبعثون، به من وقت بده تا قیامت، یوم یا بسون، روزی که قیامت میشه برانگیخته میشون از قبر انسانها. قال انک من المنذرین، پروردگار فرمود که بهت وقت میدم تو از مهلت یافتگانی. اینجا تو سوره اعراف که الان این آیه رو من خوندم آیه 15، خداوند میفهمد که بهت وقت میدم. تو سوره مبارکه صاد، تو سوره مبارکه صاد همین داستان آیه 73، فسجد ملائکه کلهم اجمعین، تمام ملائک سجده کردن الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین، ابلیس استکبار ورزید. نه، استکبار یعنی در این حد و اندازه نیستی ولی ادعای بزرگی میکنی. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، چی شد در مقابل اینی که من با دست خودم، پروردگار داره میگه انسان انسان انسان، ببین خدا واسه تو چی کار کرده. به ابلیس پروردگار میفهمه چی شد این که من با دست خودم خلقش کردم تو سجده نکردی؟ استکبرت ام کنت من العالین، برتر دونستی خودتو از این، استکبار ورزیدی؟ شیطان گفت قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من تین، من برترم ازش، من از آتشم این از خاک. پروردگار فهمید قال فخرج منها فانک رجیم، خارج شو، اخراج شد از درگاه الهی، تو رجیمی، رانده شده ای. و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، مورد لعنت الهی و از رحمت الهی خارج شد. اینجا رو دقت کنید، قال رب انزلنی الی یوم یبعثون، فهم پروردگار به من وقت بده تا روز قیامت، روز جزا. قال فانک من المنذرین، بهت وقت میدم، دقت، اینجا فرمود الی یوم الوقت المعلوم، تا زمانی که من مشخص کنم، که برخی ها اینجا گفتن تا زمان ظهور امام عصر، ولی تا زمانی که من مشخص میکنم. از اینجا به بعدش رو دقت کنید، همین آیه رو میخونم، هم اعراف رو میخونم، الان صاد رو میخونم. وقتی وقت رو گرفت ابلیس اینو گفت، چقدر گستاخ.
قال فب عزتک لاقوینهم اجمعین، گفت به عزتت قسم همه اینا رو من گمراه خواهم کرد. قسم خورد به عزت الهی همه اینا رو من گمراه میکنم. الا عبادک منهم المخلصین، مگر بنده های خالص تو رو، اینایی که برای تو بندگی میکنن. قال، پروردگار فرمود، فالحق والحق اقول، خداوند گفت حق از من است و من حق میگویم. لاملأن جهنم منک و من من تبعک منهم اجمعین، خداوند این گونه فرمود که پر خواهم کرد جهنمم رو از تو و از کسانی که از تو تبعیت کنم. این سوره صاد. بریم سراغ سوره مبارکه اعراف. وقتی که ابلیس این گونش گفت و خداوند فرمود تو اخراجی، و بعد برگشت گفت به من وقت بده، قال انک من المنذرین، خداوند گفت بهت وقت میدم تا وقت مشخص، این گونه گفت، قال انذرنی الی یوم یبعثون، قال فانک من المنذرین، برگشت گفت قال فبما اقویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. با کمال بیادبی در پیشگاه الهی گفت حالا که منو گمراهم کردی، من در مقابل صراط مستقیم این انسان میستم، همه اینا رو من گمراه میکنم. سرشون انداخت با این، بگی ببخشید من سجده نکردم، عذر میخوام. الهی العفو نگفت، گستاخی کرد، استکبار ورزید، قلدری کرد در پیشگاه الهی، اینها رو من گمراهشون میکنم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم لا ولا تجد اکثرهم شاکرین، از مقابل، از پشت سر، سمت راست و سمت چپ، از تمام اطراف به سمت این آدم حمله میکنم، اینها رو تو شاکر نخواهی دید. در خونه تو هم تو خلقشون کردی، روزیشون رو تو دادی، اما در مقابل تو شاکر نخواهم بود، به حرف تو نمی کنم. در مقابل اینم تو تفاسیر داره که یعنی چیست مقابل، پشت سر، سمت چپ و راست. میاد میگه که من به طور کل یه روایت از امام باقر علیه السلام رو خیلی سریع بهتون میگم، یعنی چی؟ یعنی کاری میکنم که این به قیامت فکر نکنه، اصلا طوری زندگی کنه گویی که مرگی نیست، گویی که حساب کتابی نیست، گویی که قیامتی نیست. رها و ول این گونه است. سمت راست میام چیکار میکنم؟ در مقابل دستوراتی که تو دادی شبهه ایجاد میکنم. کی گفته نماز؟ چرا میخوای حجاب داشته باشی؟ مگه مشروب چه اشکال داره؟ حالا با چهار تا نامحرم هم شوخی کردی چه اتفاقی میفته؟ میام در مقابل دستورات تو ذهن این شبهه ایجاد میکنم. سمت شب میام گناه رو براش سبک میکنم. ای بابا، حالا زلزله شد نماز آیات امروز هم نخوندی، میتونی 10 روز دیگه هم بخونی. میام براش گناه رو سبک جلوه میدم، عادی جلوه میدم. حالا رشوه است دیگه، یه هدیه گرفتی، تو هم کار رو اونو را انداختی، اونم یه مبلغی داد، کار تو را افتاد، تمام. حالا با یه نامحرم داری چت میکنی، یه درد دل که دیگه اینقدر سختی نداره که تو اینقدر داری سخت میگیری موضوع رو، گناه رو براش سبک جلوه میدم. به این داری چی کار میکنه؟ این سوره مبارکه اعراف داریم میخونیم و آیاتی که داریم میخونیم آیاتیست که پروردگار مهربان در قرآن قرار داده بشر بشناس، مسیر رو پیدا کن. قال، خداوند فرمود، قال، قال اخرج منها مذعوما مدهورا لمن تبعك منهم لاملأن جهنم منكم اجمعین. پروردگار مهربان فرمود خارج شو، ملامت زده و رانده شده، که بی تردید هر که از آنان، یعنی از این آدم، از تو پیروی کند، جهنمم رو از همه شما پر خواهم کرد. به این انسان من عقل دادم، قدرت تشخیص دادم، فطرت بهش دادم، پیامبر براش فرستادم، قرآن براش فرستادم، میتونه به زیبایی زندگیشو مدیریت کنه. اگر که این با این همه استعدادی که بهش دادیم دنبال تو اومد، حق این با این با تو اینه که وارد جهنم بشه. چون چی؟ چرا؟ چون همانطور که تو استکبار ورزیدی، این آدم خودخواهی هم که دنبال تو اومد به خاطر خودخواهیش در مقابل قوانین الهی داره استکبار می‌ورزد.
همونطور تو سجده نکردی در مقابل خداوند، به حرف خدا گوش نکردی، اینم به حرف خدا گوش نمیکنه، اینم نماز نمیخونه، اینم به حرف خدا گوش نمیکنه، اینم خمسشو نمیده، اینم به حرف خدا گوش نمیکنه، روزهشو نمیگیره، اینم به حرف خدا گوش نمیکنه، محرم نامحرم رو رعایت نمیکنه. همونطور که تو استکبار ورزیدی، اینام که دنبال تو میان، اینام کسایی هستند که استکبار میبرزن، متکبرن در مقابل قوانین الهی. بعد جای دو تاتون یه جاست، جهنم. سخنم رو جمع کنم. چرا این بحث انقدر مهمه؟ به خاطر اینکه اون سومی که من به شما گفتم رو جلسات بعد میخوام پررنگش کنم. چرا این بحث انقدر مهمه؟ نفس اماره که از اول خلقت بوده تا الانم بوده، شیطان و ابلیس که از اول خلقت بوده تا الانم بوده، پس چرا الان این همه بیدینی بیشتر شده؟ چرا الان؟ الان به خاطر اون سومیست، سومی که بهتون گفتم، انسانهای شیطان صفتی که مردم رو به سمت فساد میکشونن، اون سومیه پررنگ شده، اون حساستر شده. و اگر چشممون باز نباشه، همین اتفاقیست که من میشنوم و میبینم. طرف میگه که آقا ما یه دایی داشتیم، این دایی ما یه دایی متدین و خوب، خانومه میگه یه دایی متدین و خوب، خودش اهل نماز، اهل جلسه، خانومش محجب، دخترهاش محجب. ما وقتی میخواستیم بریم پلوش، مادر من که خودش خانوم محجبیست، باز به خاطر این داداشش که آدم متدینی بود حجابش رو بیشتر رعایت میکرد، ما میخواستیم بریم دیدنش کاملا مراقب بودیم حجابمون رو رعایت کنیم، چون میدونستیم این خانواده متدینی هن و دوست نداریم مثلا رنجیده بشن. گوه این دایی ما توی خونش پای ماهواره باز شد، نماز رو گذاشته کنار، روزه رو گذاشته کنار، با خدا دشمنه، زن و دخترش کاملا رهاند، اب این رفت. خانم پیام زده شوهر من 70 سالشه، 70 سال نماز شب میخوند، الان میگه من اشتباه میکردم قبلا نماز میخوندم. اگر تو خانواده مهدوی اگر دشمن شناس نباشی، شیاطین انس و جن در آخر الزمان نابترین سرمایهی که داری، یعنی خدا رو ازت میگیرن، یعنی ولایت رو ازت میگیرن، خود به خود این زندگی به سمت تباهی خواهد رفت. دیگه این خانواده هم خانواده نخواهد شد. آمار خیانت که دیگه داریم میبینیم تو جامعه همون چند وحشتناکه. خب نگاه کنیم ببینیم خانواده های متدین یا خانواده های بیبندوبار و ولنگار. خب معلومه تو اون خانواده آمار وحشتناکه. خب چرا؟ چون قوانین رفت کنار. یه مرد مؤمن و معتقد پایبند به زندگیش، نسبت به خانومش وفاداره. یه خانم مؤمن و معتقد نسبت به شوهرش وفاداره. یه بچه معتقد و مؤمن حرمت پدر مادرش رو نگه میداره، میدونه که عاق والدین جزء گناهان کبیره است. یه خانواده این چنینی انسجامش رو داره، و یه خانواده رها قطعاً به فروپاشی خواهد انجامید. یا اگر فروپاشی نباشه، یک زندگی مرده ای دارن، زنده نیستند. خدایا ما رو در آخر الزمان زندگی ما رو قرار دادی، این که ارادی نبوده، تو قرار دادی. و تو این زندگی آخر الزمانی ما داریم تلاشمون رو میکنیم، انشالله نیت هممون این باشه که تو مسیر بندگی تو باقی بمانیم، به درستی بندگی کنیم آنگونه که تو میخواهی.